از دکتر آرش هنرور شجاعی، دین‌پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر آلمان پیرامون این خبر دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر هنرور، سلام و عرض ادب. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه مدیران و دستاندارکاران این شبکه و این برنامه وزین و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. آقای دکتر، ریشه افزایش نجات پرستی و نفرت پراکنی مذهبی در بریتانیا ناشی از چیست و چه راهکارهایی برای پایان دادن به آن وجود داره؟ بفرمایید. من برای پاسخ به این سوال ناگزیرم از اینکه یک مقدمه کوچک رو تقدیم کنم. ببینید، ما در واقع با چند اصطلاح توی ترمینولوژی تخصصی روبرو هستیم. اصطلاح اسلام حراسی بر اثر یک مقاله در سال 1997 در آمریکا مطرح شد و به زبان‌های اروپایی وارد شد و رایج شد، و در سال 2010 دو اصطلاح اسلام ستیزی و مسلمان ستیزی به وجود آمد. وجه مشترک هر دو در این بود که در مورد تبعیض نسبت به مسلمانان سخن می‌گفت. در واقع اصطلاح نژادپرستی ضد اسلامی یک اصطلاحی که یک دو سال اخیر به وجود اومده و بهتر قادر به توضیح این مطلبیه که در واقع جزو میراث استعمار کلاسیک اروپاییه که مبتنی بر اینه که مسلمانان رو به عنوان غیر، به عنوان دیگری ببینه. و وقتی که این بحث به وجود میاد توی فلسفه سیاسی غرب، این مطلب مطرح میشه که یا افراد ادغام میشن در فرهنگ ما و جزء ما میشند، و یا اگر دیگری هستند پذیرفته نمیشند و در مورد حداقل تحصیل، موقعیت شغلی و احترام و کرامت انسانی جور دیگه باشون رفتار میشه. که در این صورت در واقع آدم متوجه میشه که این بحث یک بحث عمیق‌تریه و یک استثناء در جوامع متمدن دموکراتیک غربی نیست. با توجه به این دیدگاه و این مقدمه، این مطلب که الان یک موردی مثلا فرض کنید در بریتانیا این مورد این قتل پیش اومده، چه درست چه غلط، چه طرف مسلمان بوده چه نبوده، موج خبری ایجاد شده، یا افرادی که مثلا در مانهایم آلمان یک پلیس رو به قتل رسوندن، یا موارد دیگری که پیش اومده، یا بمبگذاری که دیروز قرار بوده در کنسرت به اصطلاح ستاره پاپ اروپایی در وین انجام بگیره، اینها فقط اون میراث مشترک رو زنده میکنه. ولی مبارزه با این از راه تصحیح این خبرها و اینها نیست، چون واقعا این وضعیتی که وضعیت استثنایی ناشی از یک سری بحران‌های گذرا به نظر من نمیاد، و با نگاه عمیق‌تر این یک ریشه عمیقی داره در غیرپردازی و غیر دیدن و غیرنگری نسبت به کسانی که منشأ و منبع ارزش‌ها و جهان‌بینیشون متفاوت. بله، ممنونم. با تشکر از دکتر آرش هنرور شجاعی، دین‌پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی که از هانوفر آلمان پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.